در همین حال گزارشگران بدون مرز کنترل کامل رسانه ها در ایران توسط حکومت و نبود مطبوعات مستقل و آزاد در کشور را نگران کننده توصیف کرده است همکارم شپول عباسی در این ارتباط گزارش میدهد ایران امسال و در روز جهانی آزادی مطبوعات باز هم نمره قبولی نگرفت و با کارنامه نه چندان درخشان در تیره ترین نقطه در نقشه آزادی مطبوعات جهان جا خوش کرد بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز بر پایه ردبندی آزادی مطبوعات تنها 11 درصد از مردم جهان در کشورهایی زندگی می کنند که به شکل رضایت بخشی آزادی اطلاع رسانی در آنها وجود دارد و روزنامه نگاران می توانند مستقل کار کنند اما ایران و مردم آن نه تنها جزو این 11 درصد نیستند بلکه وضعیت دسترسی آنها به اطلاعات آزاد حتی نگران کننده توصیف شده است. ایران در آخرین ردبندی ما در رده 170 قرار گرفته و این واقعیت رو ما بارها گفتیم از سال 2002 که این ردبندی منتشر میشه وضعیت آزادی رسانه ها در ایران وضعیت ثابتیه که در بدی سیر میکنه یعنی هیچ وقت نتونسته از 15 کشوری که در پایین رده ردبندی ما هستن به بالای جدول سعود کنه علیرغم جامعه پویای روزنامه نگاری علیرغم شبکه های اجتماعی و فعالیتی که روزنامه نگاران میکنند اما سرکوب روزنامه نگاری مستقل و سرکوب آزادی اطلاع سانی به شکل قانونمند در ایران وجود داره سازمان گزارشگران بدون مرز همچنین رفتار حاکمیت ایران را که راه حل را در سرکوب روزنامه یافته است محکوم می کند و معتقد است رسانه های آزاد که در بحران های سیاسی و اجتماعی می توانند نقش مثبت ایفا کنند از سوی نهادهای امنیتی سرکوب و روزنامه نگاران مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. نهادهای حقوق بشری نیز میگویند گویند و کار روزنامه در ایران با تهدیدهای جدی روبروست. از تهدید بازجویی اجبار به ترک کشور، ممانعت از بازگشت و یا حتی آزار و اذیت نزدیکان آنها. کنش زبانی و رفتاری حاکمان در ایران نیز نسبت به روزنامه نگاران تندتر شده است. امروز در ایران ما هشت روزنامه نگار در زندان داریم و بیش از 23 مورد بازداشت شهروند خبرنگاران ثبت شده است. علا اینکه ایران باز هم جزو پنج کشور نخست به عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان شناخته شده اما فضای تولید های خبرهای دروغین و قصه های نادرست از سوی برخی خبرگزاری ها و افراد در راستای هدایت جامعه ایران نیز از دید نهادهای های بین المللی پنهان نمانده و این موضوع نیز در رابطه با وضعیت مطبوعات در ایران نگران کننده توصیف شده است. شپویل عباسی صدای آمریکا